هرمان بروخ یک رمان نویس هست و یک شاعر هست، ولی بیشتر با رمان ها شناخته میشه و کسی است که شاید خیلی عام پسند نباشه و نیست. رمان هاش چیزی نیست که مردم عادی خیلی تحمل خوندنش رو داشته باشن، ولی از نظر جایگاهش در تاریخ رمان قرن بیستم، او رو در کنار مارسل پروست و جیمز جویس و روبرت موزیل و اینها قرار میدن. یعنی از نظر آقای میلان کندرا که او هم بسیار علاقه داره به بروخ، معتقد هست که بروخ و موزیل از دو تن از سه رمان نویس های محبوب او برجسته در قرن بیستم. بنابراین آدمی است که نخبگان اروپا خیلی بهش توجه داشتن و خیلی بهش اهمیت میدادن و میدن، ولی شاید برای دیگران خیلی شناخته شده نباشه و اصلا ترجمه آثارش هم خیلی آسون نیست. در سبک رمان نویسیش او هم مثل مارسل پروست و مثل موزیل و بعد کسانی مثل کندرا، سبک کارش ترکیب جستار و روایت هست. یعنی رمان‌هاش، بنابراین رمان‌های اصلیش بسیار طولانی هستند مثل موزیل، ولی شما در اونجا تقریبا کمابیش سبک مشترکی ده که پروست و کندرا و موزیل به کار بردن شما میبینید. یعنی داستان همینطور که تعریف میکنه، به قول کندرا میگه که من وقتی روایت میکنم نمیخوام شما رو سری به یه جایی برسونم، میخوام آروم آروم راه بریم، وسط راه بنشینیم، قهوه بخوریم. بنابراین وسط روایت شما میبینید که یه موقع دو صفحه داره صحبت میکنه راجع به مضمون اون داستانی که داره میگه، یکی از مضامینش. خب مسئله اصلی چی بود و چرا اساساً کسانی مثل بروخ مهم شدند و کسانی مثل بروخ در حقیقت آن چه که اندیشیدن و آن چه که نوشتن؟ یه مسئله بود که همه کسانی که در اون دوران بودن بهش دوچار بوده، مشغول بود ذهنشون، مسئله اصلیشون، مسئله زمانشون. ولی به طور کلی مهمتر از این که مسئله زمانه اونها بود، نکته مهم اینه که ذهن غربی هست که به چنین مسئله‌ای توجه پیدا میکنه و به چنین مسئله‌ای به اصطلاح انگلیسیش میگن obsessed میشه، یعنی ذهنش مشغول میشه، دست از سرش بر نمیداره، تبدیل میشه به وسواس فکریش. و این وسواس فکری چیزیست که شما از یونان باستان تا امروز میبینید و اساساً تاریخ غرب، غرب که میگم این از یونان تا امروز اروپا و آمریکا، بر اساس این وسوسه ذهنی و روحی میشه فهمید. اون چیزی که ما نداریم، یعنی ما از این وسوسه رها هستیم و به همین دلیل هم خیلی نمیفهمیم که مدرنیته در حقیقت چرا این چیزی که الان به وجود آمده به وجود آمده. رفتارهای غربی ها خیلی برای ما قابل فهم نیست اصلا اگه بهش فکر کنیم. و اون وسواس این هست که انسان غربی در یک خصلت متمایز هست تقریبا با همه فرهنگ های دیگه، و اون استرابش از اینکه مبادا دچار توهم شده باشه، مبادا تماسش با واقعیت از بین رفته باشه، مبادا داره خیال بافی میکنه و فکر میکنه که واقعیته. و برخلاف انسانهایی که فرهنگهای دیگه ما میشناسیم، بیش از این که مسئلهش مرگ باشه، مسئلهش توهم زندگیه. بیش از این که مسئلهش حقیقت باشه، مسئلهش توهم داشتن حقیقت و حقیقت‌های دروغینه. به همین دلیل در این فرهنگ اولا از خود سقراط به این سو می‌بینید که بحث خود را بشناس مطرح میشه، حالا توضیح میدم تا امروز، و بعد مسئله حقیقت چندان مهم نیست که صداقت یک رکن فکر غربی و رکن ذهن غربی است
برخلاف فرهنگ های دیگه. مثلا هگل توی تاریخ فلسفهش از چینی ها خیلی بد میگه، میگه اینا هیچ یه روده راست تو شکمشون نیست و درست حرف نمیزنن، پروای بیان واقعیت رو ندارن. ولی ذهن غربی بیش از که مشغول truth یا حقیقت باشه، نگران truthfulness یا صداقته. براش مهمه که خودش رو صادقانه ببینه در وضعیتی که وجود داره، اون چیزی رو که میبینه چیزی باشه که هست، نه اون چیزی که توهم میکنه. و همینطور براش مهمه که کسی دیگه بهش دروغ نگه. دروغ نگفتن در، یعنی بدی دروغ در فرهنگ غربی اصلا ارتباطی با فرهنگ‌های دیگه نداره، یک چیز بنیادیه، یعنی اساس این فرهنگ هست، یکی دروغ و یکم ریاکاری. و بعد در اصل در حقیقت مدرنیته زاده میشه از صداقت، از اینکه انسان با خودش صادقانه رویارو میشه و بعد محدودیت های خودش رو میپذیره و این جهانی که الان ما میبینیم چه در تکنولوژی چه در دموکراسی میسازه. و این نگرانی دائم، عذاب وجدان دائم که دست از سرش بر نمیداره، موجب میشه که همواره نسبت به بدترین نوع نقدها گشوده باشه تا اینکه به اصطلاح بسته، تا اینکه سرکوب بکنه نقدها رو. این اتفاقی نیست که در فرهنگ غرب نقد مطرح میشه و نقد مهم میشه، به دلیل اینه که ذهن غربی ترجیح میده که وجود نداشته باشه تا اینکه خیال کنه وجود داره، ترجیح میده که واقعیت زشت رو بپذیره به جای اینکه دچار توهم یک واقعیت زیبا بشه. خب سقراط گفت خودت رو بشناس. خودت رو بشناس یعنی چی؟ یعنی فرق خودت و دیگری رو بدون، بدون که تو کی هستی. به قول مولوی، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. بدون که کجایی، خودت کی هستی و مواد خودتو به جای دیگری بگیری و دچار به اصطلاح مارکس الینیشن بشی، با خود بیگانگی. در عرفان و در تصوف اسلامی و همطور شرقی این مهمه که آدم ها به اصطلاح با یه جای دیگه وصل باشن و به اصطلاح با خدا، با یک نیروی برتر، با یک موجود برتر متصل باشن، وگرنه هیچن. ولی در فکر غربی نه، میخواد همون هیچ بودن خودش رو درک بکنه، زل بزنه به تاریکی وجود خودش و تمامی حقارت، نافایداری و متناهی بودن وجود خودش رو با چشم ببینه، درک بکنه. ترجیح میده این رو به اینکه خودش رو به یک سرچشمه ولو بسیار ارزشمند، مطلق، متعالی دیگری که او نیست پیوند بده. این رگه رو شما از سقراط تا امروز میبینید. هر موقع که، مخصوصا وقتی که دچار بحران میشه، بحرانش ناشی از همینه، یعنی بحرانش بحران فلسفیه و همیشه بحرانش خودش رو فلسفی میفهمه. اون چه که امروز در این فصل بهش اشاره میکنیم، در حقیقت خانم آرنت اشاره میکنه به یکی از ایده های بروخ در مورد اثر ادبی و اون مسئله ارزش آثار ادبی و هنری هست. برای غربی ها معیار سنجش انحطاط یا شکوفایی یک تمدن و فرهنگ ارزش‌های هنری و ادبی هست. به عبارت دیگه برای او جهان با هنر و ادبیات معنی پیدا میکنه. در نتیجه وقتی که شما میبینید که فیلسوفان راجع به موسیقی حرف میزنن، به خاطر اینکه براشون موسیقی معیار سنجش هست، موسیقی برای اونها یک ترازویی است که میتونن نبض زمانه خودشون رو بگیرن و ببینن که این زمانه حالش خوبه یا نه. در حقیقت یک
موسیقی به دلیل اینکه درش کلام وجود نداره و بسیار هنر تجریدی هست، فقط و فقط صوت هست، این مثل منطق فکر و فرهنگ و تمدن غربیه. در حقیقت هر آدمی با هر فکری میتونه محتوای فکرش رو، محتوای وجودیش رو در موسیقی که فرم محض هست بریده. بنابراین موسیقی یک معیاری است برای سنجش فرهنگ، فارغ از همه تنوع و تکثری که در دورنش هست. این رو در دوران رنسانس، خب همین هست که در دوران رنسانس یک بحرانی به وجود میاد که این بحران، بحران در وهله اول ارزش هاست و مثلا هنر و ادبیات هست. در حقیقت حقیقت برای یک غربی کم و بیش تابع هنر و ادبیات، نه مفاهیم مجرد فلسفی و علمی. خب در عصر جدید ما، یعنی زمانی که هرمان بروخ و کسانی مانند او در به اصطلاح میگن لفند و سیکل به فرانسه، لفند و سیکل یعنی اواخر قرن 19 و اول قرن 20، اینها یک حلقه از روشنفکرای اتریشی بودند و اتریش در قرن 19 در از نظر فرهنگی پایتخت اروپا به شمار می اومد. فوق العاده زندگی پویای مثال زدنی داشت و خب بهشتی بود برای کسایی که اهل هنر و نظر هستند. ولی با ورود به قرن 20 کاملا شرایط تغییر میکنه. شرایط تغییر میکنه، بحران اقتصادی و بحران های دیگه به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم می انجامه و اون روشنفکرها پراکنده میشن، از بین میرن، مهاجر میشن و اتریش ویران میشه بخش زیادش. در اون دوره مسئله اصلی اینه که خب این تمدن که تمدنی که ما داشتیم به نام تمدن غرب، این دیگه داره نابود میشه. در حقیقت ارزش ها، تورم اقتصادی برای اولین بار به وجود آمده بود و این تورم اقتصادی فقط در پول اثر نمیذاشت، بلکه پول به دلیل اینکه کانکریت ترین و ملموس ترین چیزی هست که ارزش میتونیم براش قائل بشیم، او مبنای بقیه ارزش هاست. یعنی اینکه اعتقاد به خدا تابع ارزش پوله. به خاطر همینم روی دلار در حقیقت اگر ارزش عینی و واقعی و ملموس تنزل پیدا بکنه و به سقوط کنه، به تبع او ارزش های معنوی، ارزش های اخلاقی و ارزش های انسانی اون جامعه هم دارن سقوط میکنن. این اتفاق در نیمه اول قرن 20 با یک برای اولین بار و با سرعت بسیار شدیدی رخ داد و روشنفکران اروپا رو شوکه کرد که این تمدنی که انقدر خوشبینانه فکر میکردن راه نهایی و یقینی انسان به سوی سعادت رو برای همیشه یافته و داره با شتاب به سمت اون پیش میره، ناگهان دیدن از توش جهنم در آمد. جهنم یعنی این که انسان ها واقعا نمیدونستن تا لحظه دیگه آیا زنده خواهند موند یا نه، یکی آخر زمان تمام عیاره. اما این مسئله مرگ و جنگ و اینها مسئله مهمی نبود، انقدر که مسئله بی‌معنایی زندگی. اینکه انسان بمیره بسی راحت تر از اینه که زندگی رو بی‌معنا بیابه. تحمل بی‌معنایی بسیار دشوارتر از تحمل مرگ هست، حالا حداقل برای انسان اروپایی. بی‌معنایی یعنی چی؟ یعنی که شما دیگه برای این زندگی دلیلی وجود نداره، چیزی براتون مهم نبود. یعنی که وقتی میگیم یه چیزی معنی داره، یعنی که برای شما مهمه. مثلا مادری که نیمه شب برمیخیزه به بچهش غذا میده، این از راحتی و آسایش خودش میزنه، این به این معناست که براش بچه مهمه. اگر بچه براش مهمه، بنابراین بچه به زندگی اون معنی هم میده. اون چی که برای ما مهمه
به زندگی ما معنی میده. اگر چیزهایی که قبلا ما براشون خیلی اهمیت قائل بودیم اینها ارزش خودشون رو از دست بدن، دیگه شما نمیدونید برای چی باید فرد از خواب برخیزید. ارزش های معنوی، اعتبار دین و بعد هم سکولار خود دوران مدرن، همه اعتبار خودشون از دست دادن. نه تنها دین برای همیشه سلطه مطلقش رو از دست داده بود، که اون چه که فکر میکردن که جایگزین دین هست اون هم کاملا بی اعتبار شده بود. یعنی علم و تکنولوژی که فکر میکردن مایه سعادت انسانه، از درونش توحشی غیر قابل تصور بیرون اومد. خب این بیمعنایی و این بحران ارزش ها اگر حل نمی شد، اگر چارهی براش اندیشیده نمی شد، امکان زندگی دیگه وجود نداشت. این عصر نیهیلیزم بود، عصری که میگن اسمشو نیهیلیزم میگذارن، عصری که در حقیقت نیچه با این عنوان شناختش و دیگران هرچه که پیشتر رفتند بیشتر از این به اصطلاح استعاره استفاده کردند، که گویی ما در یک حبابی از پوچی داریم زندگی میکنیم در عصر مدرن. اون شعر عامیانه هست که میگه عالم همه خواب است ولی کن چه خواب، نه ببخشید، عالم همه سرابه ولی چه سرابی، نه که در بیداری سراب ببینید، در خواب سراب ببینید، اون هم نه خوابی که آدم عادیه بلکه خواب بدمست خراب. خب جهان سراسر پوچ شد. پوچ شد یعنی چی؟ یعنی که زبان، خود زبان به عنوان مهمترین ابزار انسان برای ارتباط با یکدیگه و ساختن جامعه، خاصیت ارتباطاتی خودش از دست داد. آدم ها با هم حرف می زدن و نمی فهمیدن حرف هم دیگر رو و در نتیجه هم دیگر می کشتن، هم دیگر رو خواستن نابود کنن. و برای اولین بار در تاریخ بشر انسان به ابزارهای دست پیدا کرده بود که برای نابود کردن کل انسانیت روی کره زمین کافی بود. بمب‌های هسته‌ای بر این استراب افزایش میداد. زیستن در زیر سایه بمب‌های هسته‌ای بدون اینکه پول ارزش داشته باشه، بدون اینکه مذهب ارزش داشته باشه، بدون اینکه بشه به چیزی تکیه کرد، این یه بحران بود که باید کسانی که اهل فکر بودن در اروپا باید بهش میاندیشیدن. تمام فیلسوفان، تمام هنرمندان و ادیبان در نویسندگان در اروپا و غرب اصولا مسئله شون اینه، از به ویژه از قرن اوایل قرن 20 به این سو، مسئله شون که انسان چیست و آیا زندگی به زیستن میارزد یا نه، مسئله اینه. و همچنان در پی پاسخ دادن به اون هستن. تمام این پست مدرنیسم، نمیدونم گرایش های مثلا آوانگارد، سنت شکن، همه اینها در واکنش به این وضعیت و برای جستجوی راه حلی و برای این بحران به وجود آمدن. خب ایدئولوژی ها، مخصوصا ایدئولوژی های توتالیتر میان چیکار میکنن؟ یک درمان قلابی، یه راه علاج قلابی برای مشکل پیدا میکنن. یعنی میان به شما میگن که خب درسته که الان مثلا ایدئولوژی های دیگه اعتبار خودشون از دست دادن و دین از دست داده، ولی من الان حقیقت مطلق رو بهش دست پیدا کردم و با این حقیقت مطلق شما رو به یک بهشت برین خواهم رسوند. و بنابراین انسان هایی که در پی همین مدرنیته فاجعه بار تنها شدن و با وجود اینکه در دل شهرهای بزرگ زندگی میکنن ولی پیوندهای انسانی با بقیه آدم ها رو از دست دادن، از جای خودشون برکنده شدن و احساس میکنن که در غربت و هجرت مطلق هستن، این انسان ها از فرط استیصال جذب این ایدئولوژی ها میشن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همونطور که دیدید توی شعارهای رسمی میگن مثل قطره‌ای به دریای خلق بپیوندن. وقتی که انسان از نظر هویت میگه من کیم، برای چی زنده‌ام،
یک راهش همون کار راهی است که ما در سنت ما هست، یعنی پیوستن به خدا و ارتباط با منشأ هستی، یا در عصر جدید ایدئولوژی ها جای خدا نشستن در حقیقت. اون کار رو میکنن، مدعیان اون کاری میکنن که خدا میکرد و ادیان میکنن، منتها اینها واقعی هست. به مارکسیزم یا کمونیسم معتقد بود که دین و به اصطلاح ایدئولوژی اینا همه توهمن، اینا محصول زیرساختهای اقتصادی هستن و فقط اقتصادی که واقعیه، یعنی واقعیت داره. ولی در نهایت وقتی که به قدرت رسیدن، تمام سیاستشون و اقتصادشون روی خیالات بنا شده بود و نتونست دوام بیاره. خب این چیزیست که از قرن 19 هم به این طرف اروپایی ها و ذهن درگیر مدرنیته بهش توجه کرده بود، مخصوصا کسانی مثل داستایفسکی. داستایفسکی یکی از درخشانترین مغزهای تاریخ بشر هست که با ذکاوت جنون آمیزی که داشت متوجه شد که ما در یک موقعیت بسیار بسیار تناقض آمیزی هستیم که معلوم نیست که بتونیم ازش جان به در ببریم. و او هم دقیقا مسئله رو به صورت نیچهی فرموله میکرد، منتها از یک راه دیگری که با راه نیچه متفاوت بود. در قرن اول قرن بیستم با رسانه ها، مثل ظهور ناگهانی رسانه های گروهی و توده مردم، نظام های توتالیتر به وجود آمدن و نظام های توتالیتر اساسشون بر چیه؟ خود مدرنیته اساسش بر تولید تکثیر بی نهایت چیز هاست. همه چیز تا بی نهایت تکثیر بشه. همه چیز در مدرنیته اولا جهانیه، از تکنولوژی گرفته تا افکار همش جهانیه، و ثانیاً باید تا جای ممکن تکثیر بشه. و این تکثیر نامحدود در حقیقت تغییر کیفی کمی تبدیل شد به مهمترین عامل تغییر کیفی. همه چیز معنیش عوض شد. همه چیز، اون نانی که مردم می‌خوردند تا خانه پدریشون که می‌رفتن، همه چیز تغییر کرد. روابط انسان‌ها، زبان، نمی‌دونم شیوه زندگی، و به شکلی شد که مردم نمیتونستن تحمل کنن، نمیتونستن باهاش کنار بیان. برخس یه جمله داریم که بالاترین شهر، بدترین شهر، بی نهایت نامحدود بودن اصلا وجود نداشت تو زندگی بشر و وارد شد. این نامحدودیت یعنی میتونه اثر هنری رو شما میتونید الان، من یک گزارشی چند وقت پیش، 6 سال پیش گوش میکردم تو رادیو، که الان موسیقی ها که تولید میشه شاید 70-80% اینها از رو هم کپی میکنن، یعنی تم رو از همدیگه گرفتن. الان کی دیگه اوریجیناله توی مثلا اینترنت؟ حالا از که دانشجوها که تقلب میکنن به کنار، ولی شما نقل قول هایی که میگیرن، حرف هایی که میگیرن، عکس هایی که میگیرن، همه چیز رو میتونن از آن، یعنی تظاهر کنن که مال اوناست و بفروشنش به مخاطب خودشون. این جهانیه و نامحدوده، و این وضعیت یعنی که هیچی ارزشی نداره، هیچی معلوم نیست که درسته، درست نیست، هست، نیست. مخصوصا با انقلاب دیجیتال و فضای مجازی شما در جهانی زندگی میکنید که مثل جهان واقعی واقعی است، ولی شما درش حضور نمایان و آشکار ندارید، یعنی نه شما میبینید دیگری رو و نه شما میشناسید. یک نفر میتونه با با 100 تا آیدی داشته باشه، معلوم نیست آدمی که یک آیدی داره یک نفره یا 100 نفره. بنابراین هرچی که پیش میره مدرنیته، این بحران ارزش ها درش بیشتر و بیشتر میشن. بروخ در حقیقت یک کانسپتی رو به نام کیچ، که این کانسپت پیش از او، کلمه کیچ کلمه آلمانیه و غیر قابل ترجمه است، یعنی در انگلیسی و فرانسه و زبان هایی هم ترجمه نمی کنن، ولی توضیح میدن و توضیح خواهم داد. کیچ در حقیقت یک جریان آوانگارد هنری این کلمه رو به کار برد، اما اون مهم نبود. مهم این بود که بعد از اینکه این کلمه اصطلاح درست شد،
فیلسوفان و اندیشمندان مختلف نظریه های مختلفی دربارش پروردن، یعنی همین مقوله کیش و مفهوم کیش رو استفاده کردن برای توضیح سقوط ارزش ها منتها با تئوری های مختلفی. مثلا بروخ یک تئوری داره راجبش، روبرت موزیل یک تئوری داره، میلان کوندرا یک تئوری داره، اینا هر کدوم با توجه به شرایطی که در زمان خودشون بود اون نوع هنری رو که به نظرشون هنر به اصطلاح تقلیدی نبود، هنر کلیشه‌ای نبود، بلکه یک هنر ذات شرامیزی داشت. این هنر یک سرشت شرامیزی داشت، اصلا هم تقلیدی نبود و اصلا هم کلیشه نبود و باسمه‌ای نبود و نه. بنابراین اینا مجبور بودن که یک مفهوم تازه‌ای برای توصیف اون خلق کنن، چون قبلا مفهوم یا به اصطلاح یه اثر هنری یا ادبی، یا این اثر اثر اوریجینال هست اصیله، یا اینکه طرف تقلب کرده کپی کرده، یا اینکه یک چیز کلیشه‌ای، یعنی همه مثلا از این آثار میتونن تولید کنن، ولی هیچ موقع شکلی از اثر هنری به وجود نیامده بود. اثر هنری که میگن، حالا توضیح میدم که یعنی همه چیز، هر چیزی که ارزش داره، تا کنون اثر هنری به وجود نیامده بود که به ظاهر اوریجینال باشه، یعنی خلق واقعی ذهن هنرمندش باشه، ولی در واقع یه چیز شرامیزی توش هست که اون چیز شرامیز آزاردهنده است برای کسی که به اصطلاح وجدان بیداری داره، ذهن سالمی داره، و یه چیزی هست که توش نمیتونه بپذیره، نه دروغ میگه، نه چیزی رو پنهان میکنه، نه تقلب میکنه، با این حال یک چیز آزارندهی درش هست. اون چیز آزارنده چیه در این اثر؟ ببینید، برگردیم به اون مقدمه که گفتم. اون چه که برای یک ذهن غربی مهم بود از سقراط به این سو، این بود که خودت باش و خودت رو بشناس. و بدترین کابوسش چیه؟ کابوسش اینه که خودش رو به جای دیگری بگیره، یا دیگری او رو فریب بده و به جای کسی دیگه خودش رو نمایش بده. وقتی که دکارت شک کرد و میخواست برای بیرون آمدن از شک یک پشتوانه پیدا بکنه، گفت خب به خدا پناه برد دیگه، باز فرض این که خدا هست، منتها گفت از کجا معلوم که خدا فریب کار نیست، از کجا معلوم که خدا جهان رو چنان که هست به من نشون میده، بنابراین باید من ایمان بیارم به خدایی که فریب نمیده، خدایی که دروغ نمیگه. یعنی اینقدر مسئله دروغ مهمه که به خدا هم بدگمان میشه، مهم براش اینه که دروغ نباشه. خب اون چیزی که دروغ هم گفتم، منظور این نیست که به اصطلاح truth، منظور truthfulness هست، یعنی صداقت، طرف اون چیزی رو که هست صادقانه باهاش مواجه شده باشه و همینطور خودش هم صادقانه. مواجهه صادقانه خودش با خودش و با جهان به پیدایش علوم جدید و تکنولوژی جدید و فلسفه جدید و مخصوصا انواع ادبی مثل اتوبیوگرافی و بیوگرافی و نمیدونم انواع و اقسام بیان و نوشتار که خودش رو و بدیهای خودش رو برای دیگران آشکار میکنه. یعنی به جای اینکه بره در کلیسا و در یک فضای بسته برای کشیش اعتراف کنه، میاد و ودیهاشو جار میزنه. یعنی اتوبیوگرافی، کسی که شرح حال خودشو مینویسه، کسی که از خودش حرف میزنه، او زمانی اون نوشتش با ارزش هست که از ودیهای خودش گفته باشه، وگرنه از خوبیهای خودش گفته باشه که اون هیچ ارزشی نداره. که در این شرایط هست که اعترافات سنت اگوستین در میاد، نمیدونم روسو و دیگران. خب ولی اون چه که در این وضعیت جدید، یعنی در قرن بیستم اروپا نیمه اول میدید، در هنر، در ادبیات، در نه تنها در هنر و ادبیات، در زبان،
یعنی آدما شکلی که حرف می زدن و چه سیاستمداران چه آدمای عادی، یه چیزی بود که یه آدمایی بودن که یه جوری حرف می زدن، یه جوری رفتار می کردن، یه جوری اثری رو خلق می کردن که بسیار بسیار آزاردهنده بود. چی بود اون به اصطلاح عامل آزاردهندهش؟ این که درش صداقت نبود، یعنی هیچ دروغ نمی گفترم و هیچ چیزی رو پنهان نمی کرد، اما به شکلی اون اثر خلق شده بود یا به شکلی اون شخص خودش رو بیان میکرد و سخن میگفت که شما نمیتونستی باور کنی که این داره صادقانه سخن میگه. ایدئولوژی ها و دستگاه های پروپاگاندا و رهبران نظام های توتالیتر درست همینطور هستن. تا لحظه آخر شما نمیدونی که آیا اینا واقعا باور داشتن به این حرفا که میزدن یا باور نداشتن، چون اگر باور داشتن که خب خیلی بنابراین از عقل سلیم و دنیای واقعی و جدا افتاده باشن و در حقیقت یک دچار بیماری روحی شدن، بیماری روانی شدن، و اگر باور داشتن چطور میشد که این همه این حرفاشون با واقعیت در تناقض بود؟ واقعیت مدام نظریه های اینا، آرمان های اینا، برنامه های اینا رو نقض میکرد، مدام صد بار تجربه میکردن و هر بار تجربه خطای فکر اونها رو اثبات میکرد، ولی اینها از خطاهاشون دست بر نمیداشتن و هم انقدر خطا کردن که هزینه سنگین رو بر مردم تحمیل کردن و خودشون هم از بین رفتن. این سوال مهم بود، یعنی یک وضعیتی پیش آمده که با دروغ و کلیشه و اینها قابل توصیف نیست. اونچه که ما می‌بینیم دیگه دروغ نیست، بلکه هیچ چیز غیر آشکاری هم در میان نیست. نظام‌های توتالیتر برعکس حکومت‌های دیکتاتوری که خیلی سانسور می‌کنن، خیلی اسناد رو پنهان می‌کنن، اسناد محرمانه و هر چیزی میگن اسناد محرمانه، نمی‌دونم اصل در مثلا در جمهوری اسلامی اینقدر که اینها کتاب‌های تاریخی چاپ کردن و سند چاپ کردن و با آدم‌ها مصاحبه کردن موافق و مخالف نظام سابقه نداره هرگز. و از اون طرف شما نمیتونید تصور کنید که در وضعیتی هستیم به دلیل این ماهیت عصر دیجیتال هست دیگه، که کسانی که در جایی هستن، کتابخونه هستن یا مکانی هستن، نمیتونن بشینن مثل قدیم یکی یکی کتابا رو کنترل کنن ببینن این کتابا خوبه یا بد. امکان نداره که انقدر تولید میشه که امکان به اصطلاح مهار به شکل قدیم نیست. در نتیجه شما، من گاهی میرم توی وبسایت هایی و میبینم بدترین مقالات و کتاب ها راجع به نظام های مثلا توتالیتر توی سایت پایگاه بسیج مثلا دارقطب آباد مثلا، یه چیزی کاملا سورال شما میبینید، یا میبینید که رسانه ها یا طلبه ها از حرفای مثلا میخوان فیلسوفان پست مدرن حرف بزنن، استناد کنن، رساله بنویسن، و اصلا یه چیز عجیب غریبه، یعنی هیچی به هیچ نمیخوره. نمیشه که آدم پست مدرن باشه بعد بسیجی باشه، بعد نمیشه که آدم مثلا حرف از فوکو بزنه تا حرف مثلا مجلسی رو اثبات بکنه، ولی دنیایی است که این شکلی میشه. یعنی در فضای جامعه توتالیتر انقدر کلمات به شکل ضد ارتباط به کار رفتن که دیگه چیزی نمیگن. در حقیقت هدف این نیست که پیامی رو منتقل کنه، هدف اینه که فقط در بیشتر اوقات سرصدا ایجاد بکنه، و اتفاقا باز این دفعه نه با خاموش کردن که با سرصدا، ایجاد سرصدای بسیار هست که میشه در حقیقت قدرت رو مهار کرد. بنابراین کیچ یک هنری است که فاجعه واره، شرارت واره، نوعی از هنر هست که به نام هنر ولی در واقع یک پدیده ضد هنر، به خاطر که هنر با حقیقت پیوند خورده. وقتی که یک اثری غیر صادقانه خلق شده و چیزی رو از خودش به نمایش میذاره که نیست، این به این معناست که ضد حقیقته و ضد هنره.
ما یه اثری نداریم که مثلا پیش پا افتاده و مردمی عامیانه باشه، نه، این ضد هنره. و این ضد هنر در حقیقت با نشون دهنده و نماد سقوط ارزش هاست. و این سقوط ارزش ها به مفهوم این نیست که یه خونه خودش خراب میشه، نه، به معنی نیست که خونه منفجر میشه. منفجر میشه. عصر مدرن عصر انقلابه، عصر تحول های تدریجی نیست، اصلا عصر جهش های دفعی و ناگهانی و پیشبینی ناشده است. و هر چقدر که یک عاملی نیروی ویران کردنش بیشتر باشه، به اصطلاح تأثیرش ناگهانی تر و شکاورتره. به خاطر همین بود که این کسانی مثل بروخ دنبال این بودن که نظام ارزش ها رو از نظر فلسفی دوباره بازسازی بکنه. خب مثال دیگه میزنم که شاید برای دوستان در حقیقت پی گرفتن و کنجکاوی کردن بیشتر کمک کنه بهش. بگذارید من خواستم برای شما از نیچه بخونم. اون چه که نیچه رو نسبت به جامعه توده‌ای و گله‌ای در حقیقت بدبین میکنه و بر او از این منظر مدرن‌تر نقد میکنه، درست همینه. یعنی او معتقد هست که این وضعیت به تباهی فرهنگ انجامیده و وظیفه فیلسوف رو چیزی جز بازسازی جهان معنوی و فرهنگی یک ملت نمیدونه. وقتی که او حمله میکنه به نظام ارزش ها، به خاطر اینکه اون نظام ارزش ها صادقانه نیست، اون نظام ارزش هایی که میراث مسیحیت هست از نظر نیچه، ادعای حقیقت مطلق میکنه در حالی که چنین نیست، در حالی که آدم ها هر کدوم از چشم انداز خودشون جهان رو میبینن. اگر کسی آمد و گفت که من اون شکلی که من میبینم جهان رو، این تنها شکل ممکن و حقیقت مطلق هست، پس داره دروغ میگه. این شورش نیچه بر اخلاق از منظر یک انسان اخلاقی بود، یعنی او به نام اخلاق علیه دستگاهی که ادعای انحصاری اخلاق داشت شورش کرد. بهش میگن که یک به اصطلاح ایمورالیست ضد اخلاق، ببخشید، مورالیست، ایمورالیست اخلاقی را، یک اخلاق ستیز اخلاقی را. و همه نیچه رو میشه در پرتو همچین به اصطلاح برنامه خون. یعنی باید دونست که برنامه او چی بوده. برنامه او این نبوده که در حقیقت به نیهیلیزم تن بده، برعکس کسانی مثل داستایفسکی که نتونستن تاب بیارن، نتونستن راهی پیدا بکنن. نیچه به عکس راه پیدا میکنه و او به زندگی شاد و زندگی استتیک و بعد ایده هایی مثل بازگشت جاودانه در حقیقت رو میاره. یعنی در نیچه بنبست وجود نداره، ولی باید دونست که او اون چه که باهاش مخالف بود، اون چیزی بود که اتفاقا بعدها وقتی هیتلر اومد درست برخلافش استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی یک ایدئولوژی که از نیچه استفاده کردن برای اینکه یک ایدئولوژی مطلق گرای جزمی خشن رو مشروعیت بدن، درست برخلاف روح و جهان نیچه. و به همین دلیل فیلسوفانی مثل یاسپرس و هایدگر مجبور شدن که به طور مفصل شروع کنن به درس دادن و توضیح دادن نیچه و نجات دادن نیچه از شر چنین دشمن خطرناک. حالا من بذارید من یه تیکه بخونم اگه پیدا بکنم. دوستان در این فاصله شما هم اگر سوالی دارید یا صحبتی دارید میتونید دست بلند کنید و بیایید بالا. اگر یادتون باشه و شنیده باشین، کسی مثل واتلاب هاول هم مضمون اصلی فلسفهش و اندیشهش و مبنای عملش همینه. زندگی کردن در حقیقت یعنی رو راست بودن با خود،
یعنی صادقانه زندگی کردن. Living within truth یعنی که صادقانه زندگی کردن. درست همون آموزش که عرض کردم از سقراط تا امروز، من نخواستم بر شما سلسلش رو بگم، حالا خیلی مفصل میشد، ولی همینطور این رشته ایست که سقراط رو به دریدا پیوند و اینها رو میکنه در حقیقت پیشاوندان فکری و معنوی. آقای نیچه در یک مقاله ای میگه که فیلسوف طبیب فرهنگی است، فیلسوف پزشک فرهنگی است، و بعد میگه که ما الان در شرایطی هستیم که فرهنگ ما به شدت به تباهی گراییده و فلسفه میتونه بهش کمک کنه، منتها فلسفه‌ای که با این فلسفه‌ای که الان هست متفاوت باشه. به قول خودش فیلسوف آینده میگه که فلسفه چیکار میکنه؟ میگه افکار و ایده های گلالود و خرافی رو پاک میکنند و با جذبگرایی علمی مقابله میکنند. فلسفه بذارید من یه تیکی براتون بخونم که معنا بده. آها، میگه که من وقتی میگم آخرین فیلسوف، منظورم یک فیلسوف نیست، بلکه منظورم هر نسلی از فیلسوفان، هر نسل از فیلسوفان که در آینده میان. بگه فیلسوف میتواند، آخرین فیلسوف میتواند تمامی چندین نسل را در بر گیرد. او صرفاً باید به زندگی یاری رساند. طبیعتاً او فقط به مفهوم نسبی آخرین است، آخرین برای جهان ما. او ضرورت توهمات، ضرورت هنر و ضرورت آن هنری را که بر زندگی فرمان میراند اثبات میکند. ما قادر نیستیم بار دیگر مجموعه ای از فیلسوفان نظیر فیلسوفان یونان طی عصر تراژدی را به وجود آوریم. رسالت آنان اکنون فقط به یاری هنر تحقق پیدا میکند. بعد از مهار کردن علم میگه، خب همین باور به اصطلاح علم باوری و ایمان پوزیتیویستی به علم که در اون دوران رواج داشت، به جنگ جهانی اول و دوم انجامید دیگه، به تکنولوژی، به اینکه ایمان داشتن که تکنولوژی یه چیز خوبیه، تکنولوژی هیچ تصوری ازش نداشتن که این تکنولوژی ماهیت خونسایی نداره، بلکه اگر شما بمب تولید کردی اون بمب خودش حتی اگر استفاده نکنی تأثیر بسیار مخربی داره. و نیچه از اولین کسانی است که هشدار میده به اینکه ما داریم وارد جهانی میشیم که به جای دین خدا، به جای خدا و دین انسانی نشسته که خودش رو خدا میدونه و اون چرا که آفریده دین میدونه و این میتونه نابود کنه ما رو. بذارید من این تیکه یه دیگه مرد میکنم. میگه تقلید نقطه مقابل شناخت است، تا آن حد که شناخت یقیناً مایل به پذیرش هیچ گونه جابجایی یا انتقال نیست، بلکه به عکس میخواهد بدون استعاره و مستقل از پیامدها به خود داده حسی بچسبد. در این کتاب پژوهشگران امروزی را به حساب نمیآورم، منظورش از پژوهشگران دانشگاهیان. میگه من به طبقه دانشگاهی هیچ اعتقادی ندارم و در نتیجه به نظر میرسد نسبت به آنان بی‌اعتنایم، ولی اگر کسی بخواهد در باب مسائل جدی بی‌دغدغه به تأمل نشیند، نباید ذهنش به سبب مناظر نفرت انگیز پریشان شود. میکوشم برای آنان که سزاوار آشنایی جدی و بجا با فلسفه اند باشم. این تلاش ممکن است موفق باشد یا نه. بیش از هر چیز باید همه انواع مهملات و خزعبلات را از ذهن خود بزدایید و ساده و طبیعی شوید. طبیعی شوید.
پیش از هر چیز باید همه انواع محملات و خزعبلات را از ذهن خود بزدایید و ساده و طبیعی شوید. خطر افتادن در دستهای نادرست. لغت شناسان عصر جدید نشان دادند که لیاقت ندارند رخصت یابند من و کتابم را یکی از خود بدانند. و ببینید تمام این حرف اینه که من در یک جهانی هستم که پر از آدمه، یعنی توده درش ظهور پیدا کرده و پر از زبان و کاربرد زبان، ولی بی‌معنای بی‌معنا. این وضعیت وضعیتی نیست که کاملا از بین بره، هرگز. ما یعنی اولا که در هیچ فرهنگی و جامعه‌ای یک بار برای همیشه نمیشه مهارش کرد، یعنی نمیشه گفت الان مثلا در آلمان که الان دموکراسی هست بنابراین دموکراسی تضمین شده است. نه، چون این چیزی نیست، به هیچ وجه تضمین شده نیست. همواره خطر برگشت اونچه که اوژن یونسکو کرگدن گفت، همواره وجود داره خطر برگشت کرگدن ها. و کشورهایی که به دنبال این هستن که نظام دموکراتیک تأسیس بکنن مثل کشورهای ما، باید این کار رو با نهایت بدبینی انجام بدن. یعنی اصلا فکر نکن نباید کرد که یک کاریست که ساده است و یک کاریست که شما یک بار میکنید برای همیشه و یک کاریست که چون دموکراسی خوبه به راحتی انجام میشه. ذهنی که وسوسه به اصطلاح گناه داره، خودش رو بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه گناهکار میدونه و معتقده که گناهکار متولد شده. کسی که خودش رو ناقص میدونه، خودش رو محدود میدونه. کسی مثل دکارت که در حقیقت میگه من میاندیشم پس هستم، این منم، معلوم نیست که غیر از من چنین باشه. یا کانت که میگه ما فقط و فقط میتونیم توهمات خودمون رو کشف بکنیم و اونها رو از بین ببریم، ما قادر نیستیم به حقیقت دست پیدا بکنیم. این آدم با این همه بدبینی، با این همه به اصطلاح مارکس گفت هرچه به وجود می آید دود می شد و به هوا می رود، با این حس تاریخی که درک می کنه ناپایداری جهان رو، باز با این همه و خودش هم معترف هست، باز با این همه خودش فریب خودش رو می خوره. یعنی خودش اندیشه هایی رو تولید می کنه، خودش چیزهایی رو به وجود میاره که عاشق اونها میشه و اونها رو به جای واقعیت میگیره. تمام مسئله فروید همین بود، تمام روانکاوی فروید همینه که چگونه ما از شر توهم مطمئن باشیم که بیرونیم. کتابی که راجع به دین نوشت، آینده توهم، همینه. مسئلهش اینه که دین توهمه و شما نمیتونید نه و نباید بهش باور داشته باشید. مسئله مارکس واقعیت باز میگه شما اون چیزی که میگید اینا واقعیت نیست، واقعیت عینی نیست. مسئله همه فیلسوفانی که بعد از اونیان و هنرمندان، تمام اینی که انسان مدام در معرض این هست که چشم واقعیت رو اشتباهی بگیره. یعنی ذهن ما جوری تربیت شده که خودش رو فریب بده و در حقیقت نه جهان چون که هست بپذیره، بلکه چون که دوست داره تصور بکنه و در نتیجه چون که واقعی نیست، هم خودش رو آسیب میرسونه و هم میتونه زندگی دیگران تهدید کنه. ایدئولوژی ها مدام برمیگردن. یعنی اینطور نیست که ما یک حکومت ایدئولوژیک، یک انقلاب ایدئولوژیک داشتیم، یه حکومت ایدئولوژیک داشتیم، تمام شد رفت پی کارمون. یه عده یک نقل قول اشتباهی رو از کسروی نقل میکنن که ما یه حکومت به آخونده بدهکار بودیم، دادیم، تموم شد. نه، همچین چیزایی نیست. شما میتونید هزار سال دیگه هم در تحت حکومت های بدتر از آخونده هم قرار بگیریم. نه، چیزایی نیست که خود به خود از بین بره یا حتی چیزی باشه که کاملا بشه با برنامه ریزی باهاش رویارو شد. تاریخ به هیچ وجه نمیشه کارکنون نیست که بشه مهندسیش کرد. بنابراین در هر قدمی که برمیداره انسان، اگر بخواد به رسم غربی ها عمل بکنه، باید به خودش مشکوک باشه. شک داشتن به خود، مظنون بودن به خود. و مسئله این نیست که من گناهی نکردم، من تقصیری ندارم. نه، او خودش رو ذاتاً گناهکار میدونه. یعنی چی؟ یعنی میگه که من یه ماشین معیوبم، من که نمیشه خطا نکنم، که من حتما خطا میکنم.
بدتر از همه چیز اینه که ممکنه خطا کنم خودم نفهمم، و بدتر از اون اینه که معمولا خودم هستم که خودم رو گول میزنم و خودم هم نمیفهمم. و برای تشخیص این شگرت های پنهان خودفریبی من نیاز به علم دارم، نیاز به تفکر دارم، نیاز به شناخت بیشتر عقل دارم. این مصیبت بار دیدن خودش، اینکه من هر لحظه ممکنه عامل شر باشم، من هر لحظه ممکنه دست به عملی خلاف اخلاق بزنم، من هر لحظه ممکنه در حال فریب خودم باشم و ندونم، این وسواسی است که لحظه ای او رو رها نمی کنه. به همین دلیل که مدرنیته دو تا ویژگی داره که اینا از یک شامیان، یکی بحرانه کرایسیس و یکی هم نقده، که کانت گفت عصر ما عصر نقد است و نقد و بحران هم ریشن، یعنی کرایسیس و کریتیسیزم از یک ریشه میان و این نیازمند اینه که در هم نقد و هم بحران نیازمند اینه که شما وضعیت وخیم نیست، نمیتونید تعلل بکنید، یعنی باید قضاوت کنید. مسئله اینکه من چگونه قضاوت کنم، بر چه مبنایی قضاوت کنم و قضاوت درست چی هست، این پرسش اصلی فلسفه است. یعنی که من اگر ندونم که چگونه باید قضاوت بکنم، قدم از قدم نمیتونم بردارم و این وسواس به این قضاوت کردن، آیا قضاوتی که من میکنم بر بنیادهای استواری ایستاده، آیا پیش‌فرض‌های درستی داره، آزموده یا نه، این کاری است که ذهن غربی از زمان سقراط تا الان انجام میده و اسمش رو فلسفه گذاشته. سپاسگزارم ازت.